ایجاد ابزار فرز انگشتی با استفاده از فرمان تیپ ردیوس در نرم افزار پاور میل 2019. خب با استفاده از سربرگ تول ابزارها رو در قسمت کرییت مشاهده میکنید که میتونید با استفاده از ابزار تیپ ردیوس یک ابزار انگشتی رو برای خودتون ایجاد کنید. من آیکون این ابزار رو فعال میکنم، پنجره تیپ ردیوس تول به صورت مقابل برای من نمایش داده میشه. در قسمت نیم نام اون رو میل 1 میزنم. در قسمت جیومتری که مربوط به شکل ابزار هست، قطر ابزار رو 5 اینچ در نظر میگیرم، میخوام 5 میلیمتر، و بعد از اون لنس مورد نظر رو نرم افزار برای من 25 در نظر میگیره. تیپ ردیوس مورد نظر خودم رو 0.5 در نظر میگیرم و مشاهده میکنید که ابزار به صورت مقابل برای من ایجاد میشه. نامبر آف فلات اون رو 1 در نظر گرفتم. اگر من شکل رو کمی تکون بدم، شکل ابزار رو در اینجا مشاهده میکنید که پایین اون زاویه 0.5 نیز داره. در قسمت شنک برای اون با استفاده از آیکون اد شنک کامپوننت یک ساقه رو ایجاد میکنم. آپر دایمیتر ساقه رو 5 و لاور دایمیتر رو نیز 5 در نظر میگیرم و لنس اون رو 25. میبینید که نرم افزار این اعداد رو به صورت پیش‌فرض برای من نمایش میده و بهترین اعدادی رو که میشه از اونها استفاده کرد برای ما محاسبه میکنه. بعد از اون در قسمت هولدر برای ابزار مورد نظر خودم یک هولدر رو ایجاد میکنم. نام هولدر رو هولدر 1.1 میذارم و با استفاده از آیکون اد هولدر کامپوننت یک هولدر رو به قطعه اضافه میکنم. آپر دایمیتر اون رو 8 در نظر میگیرم و لنس اون رو 45 در نظر میگیرم. میبینید که هولدر نیز به این صورت برای ما ایجاد میشه و شکل اون در اینجا نیست برای ما قابل مشاهده هست. میبینید که ابزار به صورت مقابل برای ما ایجاد شده و با کلوز کردن میتونید از این ابزار برای براده برداری از شکل مورد نظر اقدام کنید.